امرالله صالح با عنوان اول رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی با آینده کار فکری کرده است. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک ویدیو های کانال دلی پرستقاضا. می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. گزارشنامه افغانستان می نویسد امرالله صالح با عنوان اول رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی با آینده کار فکری کرده است. خبر می‌رسد که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در اجرای کردن برنامه ناامنسازی ولایت پنجشیر گام تازه‌ای به جلو برداشته است. ما فقط مشوره می‌دهیم که آقا پیش از این جلو نرود. این در حالی است که امرالله صالح در صفحه رسمی فیسبوک خود می‌نویسد تصمیم 47 جلسه 6:30 صبح روز چهارشنبه 19 قوس 99 مطابق به 19 دسامبر 2020 اول از امنیت ملی کابل نیروی بی‌ریا و بخفی ما به خاطر دستگیری های بسیار با مفهوم و ژرف سپاس می نمایم. آنها چند تن از تروریستان را که در ماین گذاری های شهری دست داشتند دستگیر نمودند. در میان آنها روزی خان والد گل مرجان، گل محمد والد حیات الله و گلاجان والد نورخان با صورت مستقیم در ترورهای هدفمند دست داشتند. شخص دیگری که عزت الله نام دارد زیر پوشش شیرینی پسی تلاش داشت پرسنل امنیتی را در 315 خیرخانه تثبیت نماید نیز دستگیری گردید. هموطنان عزیز، اگر در ساحات شما کسانی این نوع بزنس و کار و بار مشکوک را شروع می کنند با ما گزارش بدهید. از خانواده های شهدای ما خواسته ایم به خاطر حق العبد برای مراجعه نمایند. مصارف پروسه دعوای حق العبد را ما خواهیم پرداخت. سپاس از امنیت ملی کابل. دوم، از پلیس پرشور حوزه دهم به خاطر دستگیری باند اختطافگر متعلق به گردیزی در ساحه قلعه فتح‌الله سپاس می نمایم. فردا ساعت 6 یعنی قبل از آغاز جلسات از 19 تن سربازانی که در این عملیات چه از دید برنامه ریزی و چه در اجرای آن سهم داشتند قدردانی صورت خواهد گرفت. در 24 ساعت گذشته در کل کابل 3 حادثه ثبت شده است که یکی تروریستی و دوتا جنایی بوده. در عین حال یکی از اختطافگران مشهور کابل با نام نورعلی که به مزار رفته بود نیز دستگیر گردید. نورعلی جانشین کوچی اختطافگر است که قبلا در درگیری با پلیس کشته شده بود. سوم، 3 نفر از عفو شده های طالبان اکنون هسته مرکزی ترور در قره‌باغ را تشکیل می دهند. قاری سردار و قاری ذبیح الله با فضل خداوند جل جلاله زیر ترصد قرار دارند و به زودی هیچ خواهند شد. این را به خاطر یاد کردم که ما تقریبا اشراف همگانی بالای تمام رها شده های ناسپاس داریم. چهارم، صدح رضایت از میثاق امنیتی و جلسات 6:30 در 24 ساعت گذشته 80% نظریات اصلاحی اطلاعات و انتقادات سالم 19% و 1% رکی گویی و دشنام بوده است. اگر شما فکر میکنید که این فیصدی ها درست نیست، لطفا نظر خود را بنویسید. اگر فکر میکنید معلومات ما درست نیست، باز هم شما آن را اصلاح نمایید. پنجم، با اساس فیصله در کابینه شماره 27 مورخ 18 دسامبر 2020 میلادی جلسات 6:30 در چوکات میثاق امنیتی مسئولیت و صلاحیت دارد که از دارایی های تصدی های فلانی مفلج دولتی به صورت نامری حفاظت نماید و از زمین های این داشته های عظیم اقتصادی افغانستان را از نزد غاصبین برگرداند ان شاء الله. ششم، سر از امروز تمام شرکت های دولتی و غیر دولتی که به خاطر انجام برنامه ها به تأسیسات عام مانند سرگ ها آسیب می رسانند در برابر میثاق امنیتی و جلسات 6:30 حسابگو می باشند. مثلا در کابل به خاطر انجام یک کار مانند تأسیس لوله های زیرزمینی سرگ ها و کوچه ها را ویران می نمایند و معلوم نیست که آن را دوباره باید کدام مرجع بسازد. انجام یک کار خوب نباید به قیمت ویرانی داشته های فیزیکی و اقتصادی مردم یا دولت باشد. چند روز بعد عکس ها و
قیمت تخمینی تمام تأسیساتی را که به خاطر ساختن تأسیسات نو از بین برده و دوباره نساخته اند نشر می نماییم. هفتم، فهرست اجراءات تمام نهادهای شامل در میثاق امنیتی با فیصدی موفقیت و ناکامی تا دو روز دیگر با ملت شریک می شود. مردم می پرسند که کارهای قبلی چه مقدار انجام شده است. ما پاسخ خواهیم داد. در عین حال فیصدی رسیدگی با شکایات و اطلاعاتی که مردم در اختیار ما قرار داده بودند نیز با مردم شریف افغانستان شریک خواهد شد. مطمئن باشید چیزی به نام گریز و ایجاد تاریکی در قاموس میثاق امنیتی و جلسات ششنیم وجود ندارد. گفته بودید توریستان چه وقت محکمه علنی میشوند آن کار نیز میشود. مطمئن باشید. هشتم، سرنوشت بیشتر از 10,000 معتر مرتبط به مجرمین و قضایای لاینحل را که سالهاست در پارکینگ های مختلف دولتی زیر گرد و خاک در حال پوسیدن هستند معلوم خواهیم کرد. برای انجام این کار از اداره محترم لوی ساران ولی مشورت حقوقی خواسته ایم. تحرک ایجاد خواهد شد. ایستای راه حل نیست. این موضوع را یک طرف خواهیم ساخت. هم مسئله نرسیدن محروقات به پلیس با وقار کابل و نرسیدن البسه زمستانی را جدی پیگیری می نماییم حل خواهد شد. من از فرد پلیس که تا کنون البسه و محروقات به دست نیاورده اند عذر خواهی می نمایم. متاسفانه بها و توان بیکفایتی در سطح بلند رهبری را عادی ترین ها می پردازند. متاسفانه قانون افغانستان در تخصیص مخروقات با اساس تقیم است نه با اساس سردی و گرمی هوا. در این حال 15 قوز به عنوان آغاز زمستان در زمان سلطان محمود غزنوی تعیین شده بود. هزار سال است که این موضوع با وصف تغییر در اقلیم اصلاح نشده است. شاید امسال من بتوانم آن را به صورت غیر متعارف و غیر بنیادی حل نمایم، اما تغییر مقرره و اساس قرار دادن درجه حرارت به جای تقویم کار مهم است که در کابین مطرح و هم ساخت. مشاوریت محترم امنیت ملی با من هم نوع است. نوت اول، شماری از هموطنان به دریچه فیسبوک شخصی من پیام میگذارند که به فلان موضوع رسیدگی کنند و یا به تلفن شخصی من پیام میگذارند. خدمت این هموطنان خویش به عرض میرسانم که جلسات 6:30 صبح و رسیدگی با مشکلات را به اساس یک مدیریت که هر روز در حالت تقویت و تحکیم است به پیش میبریم. من نمیتوانم و نمیخواهم که سیستم را دور بزنم و مسائل را فردی مدیریت نمایم. امکان پذیر نیست و بیشتر به فلم شباهت خواهد داشت تا به واقعیت. در عین حال من اعتقاد به آدم بالدار و ابر انسان ندارم. تمام چیز برمیگردد به استفاده مؤثر و دلسوزانه از منابع موجود. دریافت فرصت و نگاه کردن به همه چیز به حیث فرصت و اعتقاد به مهارت های مدیریتی و بعضی مواقع دعامت استراتژیک. پس از شما خواهش میکنم که در تقویت نظام مدیریتی میثاق امنیتی کابل جلسات 6:30 سهیم شوید و یا و با فردی سازی و خصوصی سازی آن را تضعیف نکنید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.